I'm not sure if you're going to be able to do it.
Thank you.
حریف اقتصاد جرمی سه کاتگوری رو شامل میکردم. همینی که ملت شما نمیتونه تجارت های کوچک و متوسط شما نمیتونه رشد کنه، جامعه جهانی میای میگه که بدترین کشور برای رشد تجارت های کوچک متوسط هستن، یکی از عوامل اقتصاد جرمی است. اقتصاد جرمی یکی از چهره هاش، یکی از روایه شمی است که شما بازار من هستن انحصار میکنین و اجازه نمیتین که تجارت های کوچک متوسط شما رشد کنه. چرا رشد نمیکنه؟ دلیل از این ما بر شما میگم، به خاطر رشد نمیکنه که دولت به منظور حمایت و سبسیدی و دستگیری تجارت های کوچک متوسط برنامه نداره، در کنار نداشت پالیسی نداره. از طرف حکومت وحدت ملی فکر میکنین که حضور افراد فراقانونی در این بحث چقدر واقعا یکی از عوامل و چالش پنداشته میشه؟ اصلا ببینیم، حضور افراد فراقانونی، حضور افراد حجیب و غریب، حضور افرادی که قدرت ازیره دارن که سرک بند کنن، افراد مسلح غیر مسئول دارن، این یک چالش است که منحصر به فرد جغرافیای سیاسی افغانستان است. یعنی در چنین حالت میشه باز در برابر اقتصاد جرمی مبارزه کرد تا اینکه در برابر او افراد مبارزه نشه؟ خب بدون شک اونا عامل اقتصاد جرمی هستن، عاملین باید با اسلام با عاملین مبارزه شود. ولی بس دیگه ای هستن که اقتصاد جرمی در افغانستان که باز بعد از یک تکمیل کردن شما میشه که سوال را از دوست دیگه مطرح کنید، اقتصاد جرمی در افغانستان بزرگترین بستر پولشویی در طول یک و نیم دهه بوده و تا امروز هم ادامه داره و یکی از عواملی که روابط بسیار تاریک و روابط بسیار سلو و لحاظ مالی ما با جهان داریم دلیل اقتصاد جرمی و پولشویی ماست. تشکر. آقای یارمند، با تجربه که شما از وزارت امور داخله از بخش امنیتی دارین، فکر میکنین که اقتصاد جرمی چه ربطی واقعا با اوضاع امنیتی فعلی افغانستان داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با درود خدمت شما میمانا شو امنیه در مذهب ما فرزن ما ایگر که حرام است که دیگه حلال از در این شرک حرام است. سراسر افغانستان اقتصاد جرمی احتوا کرد و نعوی یک کسی بیشتر یک کسی کمتر. خب ما در مجموع وصف جرمی مختلفی داریم که به اقتصاد جرمی برمیگردن. مثلا زمانی که شما مواد مخدر میدین خویی میتونه که به حساب دمسی اقتصاد جرمی هم استمرار پیدا کنه و هم تسهیل شده. وقتی ما قاچاق انسان میگیم که دومین عواید برای مواد مخدر در سطح دنیا میتونه که هم استمرار پیدا کنه هم تسهیل شده. حالا ما ببینیم که مثلا پدیده توریستی داریم، اقتصادی که اینا به حساب برای خود تهیه میکنن، از لحاظ اقتصادی خود اقبال میکنن، یک بخش مواد مخدر است، یک بخش از هم اعانه است که کشورهایی که توریست پروری میکنن در افغانستان هم میپردازن. به همین رقم ما مثلا اختطاف داریم، شاید اصطلاح دقیقش به یاد من نباشه، اما با نظر داشته ای که اختطافی ها پول مطالبه میکردن از ورطه اختطاف شده ها، $1,000,000، $1.5 میلیون، $5,000,000، $7,000,000، $8,000,000 این میطور بود و حداقل کمی کمی از $3,000,000 بود که من شاهد بودیم که کسایی که اختطاف شده این پول خودش شامل اقتصاد جرمی میشه. و همین ترتیب سبوتاج های اقتصادی در اون دولتی هست، سبوتاج اقتصادی در اون دولتی که خودی از این یک معلم کلان فساد است و دولت از یاد اعتماد به نفس سخت ضربه میزنه و ملت هم که طبعا آسیب پذیر میشه. روی منظور ما در نتیجه موجودیت جنگ ها، اختلافات سیاسی، این یک اسباب قوی را به خاطر مبارزه با اقتصاد جرمی تعیین نکردیم. ما ادارات وقایوی داریم. ببینین حالا به استثناء سه جرم که زمین جرم، بالای زمین، بالای آب، بالای علف کردگه، همه جرایم الکترونیکی است. بالاخره وقتی ما اقتصاد جرمی میگیم باید پلیس ما دسترسی داشته باشه و اکاندای بانکی بتانه که نفوذ بکنه در وجه، بتانه شبکه سازی بکنه که کی پولی سیا داره و چگونه حواله از کجا میاد، چه رقم میاد و چه شکل. خب حداقل در بحث مبارزه با مواد مخدر، آقای یارمند، آمار را که سال گذشته وزارت مبارزه با مواد مخدر ارائه کردن که سالانه حدود $67 میلیارد از بابت کشت مواد مخدر در افغانستان به دست میاد که $65 میلیارد آن در اختیار مافیای جهانی قرار میگیره، $1.5 میلیارد آن در خدمت مافیای داخلی و متبقی هم در اختیار دهاقین. یعنی وقت میفهمن که یک قسمت بزرگ از درآمد مواد مخدر در اختیار مافیا قرار میگیره.
ما دوچاری از این هستیم که در اینجا تروریست ها وجود داره، خواهشاخته تمام مافیای دنیا در افغانستان وجود داره. البته اداراتی که ما داریم، وزارت مبارزه با مواد مخدر، مثلا اینه که مواد مخدر وزارت داخله، ریاست مبارزه با جرایم، اینا در مجموع تلاش های خود را میکنن، زحمت خود را میکشن. اما در حدی که مثلا حجم جرم اگر ما بگیریم دستم توانمندی که به حساب اینا علاج اقتصادی و ظرفیت های انسانی تشکیل دارد پنج کنند. نمیتون. به این رقم اگر ما بگوییم که به این سیرا مبارزه کرده میتونیم که بالاخره به قدر وقت باید میتونستیم. چرا زیاد میشه؟ دلیلی که کشت مواد مخدر زیاد میشه. دلیلی که تقاضا زیاد میشه. این خوب واضح هست که اینمی مارکت است و این مارکت باید اینمی مافیای دنیا بیاید. خب داخل پیشتر شما حضور نداشتین، آقای احمدی گفتن که در بحث مبارزه با مواد مخدر ما هنوز به یک اجماع منطقه‌ای دست نیافتیم که حداقل اگر افغانستان به عنوان صادر کننده مد نظر گرفته شود، کشور تقاضا کننده هم باید اجماع داشته باشد در امر مبارزه با مواد مخدر. آقای احمدی کاملا دقیق میگن. ببینید امید زمانی که به حساب پریکرسر وارد افغانستان نشود، هیروین ساخته نمیشه. اینمی از کشورهای مختلف وارد میشه در افغانستان. اگر ما سرحد نداریم، بالاخره دیگه کشورها سرحد داره. چرا این میاره؟ بینان در ریگ در کشف دنیا موجود داره. تشکر. چقدر واقعا آنچه که آقای شبیری اشاره کردن که نبود یک دیدگاه ملی در امر مبارزه با مواد مخدر در حکومت سبب شده تا تلاشش نتیجه نده، چقدر موافق است؟ فعلا افغانستان کشوری است که جنگ برای او تعمیل شده، با توریسم باید بجنگند، با مافیای مواد مخدر باید بجنگند، با گروه های توریسم منطقه‌ای باید بجنگند و توان افغانستان، انرژی افغانستان و امکانات حکومت مصروف جنگ است، مصروف نبرد است و اون طرف به تنهایی نمیتونه با مواد مخدر مبارزه بکنه. خب جنگ اما در حدی که کار بخش بزرگش همین مواد مخدر است. و در اون حد هم که در توان حکومت بودن و همکاری هایی که با صورت گرفتن، حملات هوایی بوده در از بین بردن کارخانه های مواد مخدر تا جایی که امکانش بودن، آگاهی رسانی برای مردم بوده که دست بردارن کار به این مورد انجام بدن که گاهی در بعض موارد موفق بوده، در بعض موارد ناموفق بوده. مجموعی از عوامل، امکانات و از همه مهمتری که توافق عملی کشورهای منطقه و جهانی در امری از بین بردن مواد مخدر یک ضرورت مستقل اساسی است. به این شکل وجود نداره و در این که حکومت اراده او داره، من فکر میکنم داره و خوب است که مردم ما هم با حکومت اعتماد و باور داشته باشن. ما به عنوان یک استاد دانشگاهی میتونیم که هیچ حکومتی در جای دنیا نیست که او بخواهد کمیت جنگ برای مردمش ادامه داشته باشه و از مواد مخدر ضرر ببینه. مخصوصا اینکه خود حکومت هیچ نفع از مواد مخدر ندارد. کجا نفع؟ مثلا چی نفع داره از مواد مخدر در حالی که مواد مخدر یک تهدید برایش هست؟ نکته دیگری که دوستان اشاره کردن، حکومت مثلا میتونه یک تعداد افرادی که اتهام های مبنی بر دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بالایشان هست، هم در پارلمان هست، هم در سطح حکومت هست، حداقل میتونه اینا رو شناسایی بکنه و دادگاه بکشونه. چرا فکر میکنین نمیتونه؟ نکته دقیق است، فرمانده شما درست است. باید چون کار صورت بگیرن افرادی که اسناد کافی و موثق و محکمه پسند در موردشان وجود داشته باشند و زور نظام های عدلی و قضایی به اون برسن که اونا رو بیارن محاکمه بکنن، باید کار صورت بگیره. به این تردیدی نیست. گزارش شده که ما دیروز دیدیم در طرف تایی پنج ماه گذشته حدود 1500 نفر از قاچاقچی های مواد مخدر بازداشت و فعلا در زندان است. خب یک کار دیگه، کار کلان صورت گرفته. خب باز پرسش دیگه هم مطرح میشه که چی تضمین وجود داره که افراد دوباره آزاد نمیشن و محاکمه میشن؟ اگر موردی مثلا پیدا شده باشه که افراد آزاد شده باشه و محکمه نشده باشه و مستند باشه، خوب است که رسانه ها پیگیری کنن و مردم نشان بده. در غیر صورت ما باید به نظام های امنیت و قضایی خود باور کنیم. خب بدون تردید مواد مخدر هم بود که جنگی خشونت مسلحانه داره، در کنارش یک بحث جوانی هم داره که به نظام های عدلی و قضایی بیباوری ایجاد کنن، به نیروی امنیتی بیباوری ایجاد کنن، تلاش کنن که در اونجا نفوذ کنن، صدمه وارد کنن. در این تردید وجود نداره. اما پیگیری و بازداشت 1500 نفر در طول 5 ماه یک چیزی نیست که بسیار کم باشه و یک چیز ساده باشه ما چشم پوشی کنیم و رئیس بنگانیم. اما این چرا نتیجه محدود است؟ به این خاطر است که این یک بودی داخلی non per questo
I'm going to go to the next one.
اتهامات مبنی بر قاچاق مواد مخدر به برخشان وجود داره؟ کاملا فاسی است. اتهامات قاچاق مواد مخدر وجود داره، اتهامات غصب زمین وجود داره، اتهامات کاملا ویژه و مشخص داشتن مسئله غیر مسئول با اونا وجود داره. این همه مواردی است که دولت یا حکومت وحدت ملی تلاش میکنه باید به نتیجه برسه. اما توقعی را نداشته باشید که ما در خیلی وقت کم در این چند سال کاملا مثل کشورهای اروپایی باشیم، مثل کشورهایی که با ما همسایه هستند باشیم، چرا که ما بیشتر از 4 دهه در جنگ بودیم و حالا هم فعلا در جنگ هستیم. به این اساس نیاز است که همه این ملت همگی دست به دست هم بتیم تا به نتیجه برسیم. در غیر از او اگر ما همه ملامتی رو بالای حکومت بیاندازیم که باید حکومت این کار را بکنه آن کار را بکنه، خیپاس ما منعیس ملت وظیفه موچی است. ما منعیس کسایی که در این خاک بالاخره تنفس میکنیم، از آبش، از خاکش، از سرکش استفاده میکنیم، وظیفه ما منعیس یک فرد چی است. میبینیم یک آدمی کاملا فساد میکنه، میره با یک دوست میشه، میره برای اون فساد را کشف میکنه، که زمینی فساد را با یک 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 فسا
یک تعهدی قوی داشته باشن. سر این همین مسئله وقتی که میبینید که ویتا وقتی شما میخواییم که مبارزه بکنید علی مواد مخدر، من فهمی مایی است و تجربه مایی است، ما سرحدات ما بنابرای ای که پرسنل سرحدی که ویتا بتانه با استفاده از تکنولوژی سرحدات نظارت بکنه نداریم، اما کشورها دیگه خود دارن. اگه نمیده به غزنی شما برسید، مثلا در غزنی سکر کنیم که یک دو تون سه تون مواد مخدر میبوده، نمی جنگ یکی بود ولی گرفتن بردن بود و هر جایی که ببرن میبرن. سرحدات ما کاملا باز است. اراده کشورها در جهت مبارزه با مواد مخدر از نظر من در حد نیست که من باور کنم. و دلیلی چی؟ و دلیل از اینکه ما سرحد نداریم، ما یک کشور ویران هستیم. مواد مخدر زمانی که از بیرون کشیده میشه برده میشه به ایران، خب از جا برده میشه به ترکیه، از جا برده میشه به مثلا اروپا، به اینجا میره به تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان، از اینجا میره به مسکو، امیر افغان ها انتقال میده. آلف و بیساب ما سر از این مسئله باید بیساب فکر کنیم. این مواد مخدر پدیده است که بیساب در رده های کلان حتی کشورها را غیر مستقیم مدیریت میکنند. به این اساس خب چگونه میشه با این مافیا هم در سطح کشورها قدرت دارند و هم در سطح جهان میتونند نقش داشته باشند؟ حالا عرض مکی است، ببینیم دولت افغانستان، اداراتی که وظیفه وقایه و مجادله و معاونه را به دوش دارند، در حد توان خود کار میکنند. ای از توان بالاست. پس چی شد؟ ببینین زمانی که مافیا در امریکا بسیار قوت می داشته باشه و ترامپ با تمام دستگاه های و حساب چی میگه مدرن مجادلوی و وقایوی و معاونه خود نمی تانه جلوگیری بکنه، بالاخره از اینمی و حساب گیای ضعیفی که در افغانستان زمین میشه که آدم بگه که والا علیه ازی مبارزه کنه. ما تشکیل متناسب نداریم علی این پدیده مواد مخدر. وقتی ما تشکیل متناسب نداریم، بنان ظرفیت متناسب نداریم، به این اساس ما آموزش های متناسب نداریم، ما تجهیزات متناسب نداریم، بالاخره ما تسهیلات متناسب نداریم، ما بودجه متناسب نداریم، ما پلانگذاری متناسب نداریم. یعنی در صورت رفع این موارد یعنی میشه که مبارزه کرد؟ واضحه است که اگر وقتی که مثلا تشکیل، تعلیم تربیت، تجهیزات، تسهیلات، بودجه، فعالیت، این چیزا هم اگه معیاری شود و کشورهای دیگه هم هم‌نوا شوند، کشورهای همسایه ما در مجموع با افغانستان، من طرفداری از این هستم که یک مرکز کشفی مشترک بین این کشورهای منطقه ایجاد شود.
این مرکز کشمیر مشترک ببینید یک نقطه کلان از در پروسه کشف نقطه کلانی است. مثلا اینو فکر کنید، مثال یک نفر روسی، یک آذربایجانی، یک افغانی، یک ایرانی، یک پاکستانی در یک تشکیل به حساب سازمان یافته مواد مخدر شامل است. زمانی که شما میگیرین یک کراکش دستگیر میکنین، میره انتقال میدن مثلا به سرحد شما دستگیر میکنین، وقتی که انکشاف میتین میرسه به یک نفر، یک نفر بالاخره وقتی چی میکنین که اینجا ببینین که ده نفر از ده کشور در این دخیل است، این خود بکبان سازمان یافته است. اینال شما چگونه میتونیم که ده نفر از این کشور را دستگیر بکنیم تا یکی به حساب این شبکه بخش کرد؟ منطقه مطرح است. حالا ببینید یک مرکز کشفی کلان مدرن باید از این همی کشورها ایجاد شود و این مرکز تمام پدیده های جرمی مواد مخدر را در سطح منطقه شناسایی بکنند و همگی از این اگر افغانستان است هر کسی که مربوط به افغانستان است دونمو اداره سپرده شود، مربوط به روس است مهم اداره سپرده شود، مربوط به چین است مهم اداره سپرده شود، مربوط به ایران و پاکستان است مهم اداره سپرده شود. این هم موازی مشترک میگن، موازی مشترک عملی میگن. وقتی که مثلا ما یک نفر کراکش هم میگیریم دستگیر میکنیم و میگیم که قاچاق ما دستگیر کردیم، این کراکش از تو برادری بیچاره از فقر و بی‌بضاعتی و دربدری خودش گفته انتحار کرده، ای خودکشی کرده، میگه ایده در ایلمند رساندم من از بدخشان کیلوی $200 میگیرم، اگر گیر آمدم میرم پول سخی. تشکر. تشکر. آقای دانش، به نظر شما راهکار عملی مبارزه با چی است؟ با در نظر داشت اون چیزی را که آقای یارمند اشاره کردن که تجهیزات نیست، ظرفیت نیست و امکانات هم وجود ندارد. ایشان دقیق گفتند در واقع در بود داخلی همون کمیاب و کاسه I'm going to go to the next one.
Thank you.